همانا که آمد شما را خبر که ما را چا آمد زخدر به سر از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان نه گنج و نه تخت و نه نام و نژاد همی داد خواهند گیتی به باد. هنوزم دارن گیتی به باد میدن، استثناء قائل نیست، میگه همشون اینا. از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان. این شرم چیز مهمی بوده، اگه دقت کردید از صفات ایرانیان گفت ما با شرم هستیم. در ابیات قبلی خنده خدمتتون خوندم، میگن اینها بله ببینید ابیات قبلی که بر کارزاری و مرد و نژاد دل ما پر آزرم و مهر است و داد. ما اهل شرم هستیم، اهل مهر هستیم، اهل دادگری هستیم. بعد میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد همی داد خواهند گیتی به باد. چنین است پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند. دوباره از این زاغ ساران بی آب و رنگ نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ بدین تخت شاهی نهاده است روی شکم گرسنه مرد دیهیم جوی. انوشیروان دیده بود این به خواب که از این تخت بپراکند رنگ آب. چون دید که از تازیان صد هزار هیونان مست و گسست مهار گذر یافتندی بروند رود نماندی بدین بوم و بر تار و پود. ستارش کرده علیه، اونم جز همین مارخاران بوده دیگه، مگه نبوده؟ از این زاغساران بیابونه مگه نبودن؟ اینا همشون یه جور بودن. حدسش که در دست هست که حالا علی ایرانی پدیده دیگری است. این ننگ رو ما تا کی باز تحمل بکنیم؟ تا کی قراره بترسیم؟ هموطن از چی میترسیم؟ اینا نمایندگان اونا هستن، اونا هم همین کارا رو میکنن که اینا میکنن. از دختر 9 ساله میگرفتن رحم نمیکردن تا بره بالا، از بچه کوچیک سر میبریدن تا مرد 90 ساله 93 سالش هم سراغ داریم. خب بله گوش کنید، اینجا گذر یافتندی بروند رود. دل فردوسی از اینجا میسوزه، از برباد رفتن این فرهنگ و بزرگی های مملکت. درد علی نداره فردوسی؟ چه ربطی داره؟ اصلا به خاطر وجود این هاست که این کتاب به این دنیا در حقیقت هدیه شده. از ستمکاری این ها، از زشتی این ها بوده. گذر یافتندی بله به ایران بفرمایید. گذر یافتندی به اروند رود نماندی بدین بوم و بر تار و پود به ایران و بابل ز کشت و درود به چرخ زحل بر شدی تیره دود هم آتش بمردی به آتش کده شده تیره نوروز و جشن سده از ایوان شاه جهان کنگره فتادی به میدان او یک سره کنون خواب را پاسخ آمد پدید ز ما بخت گردن بخواهد کشید شود خار هر کس که بود ارجمند فرومایه را بخت گردد بلند. ایناست مطالب این داستان. شود خار هر کس که بود ارجمند فرومایه را بخت گردد بلند پراکنده گردد بدی در جهان. بدی یعنی چی؟ اسلام عزیز رو داره میگه همه. اینا نمایندگان اسلام بودن. پس نمایندگان چی بودن؟ چی میگه فردوسی؟ یعنی چی پراکنده گردد بدی در جهان؟ پراکنده گردد بدی در جهان گزند آشکارا و خوبی نهان. به هر کشوری در ستمکاری پدید آید و زشت پتیاری.
نشان شب تیر آمد پدید، ز ما بخت فرخ بخواهد برید. این یه بخش نامه است از یزگر، واهوی سوری، حرفای دل ایرانیان، از قلم استاد طوس اینجا جاری شده است.